سلام و درود بچه ها، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من علی اگزو هستم، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون یعنی اکسوکودم. امروز اومدم بچه ها در واقع یه سری اسناد رو کنم براتون در سیزن های یک و نسخه بتای کال آف دیوتی موبایل. زمانی که من بازی کردم با آیفون 6S بود و فرگ یا همون آیفرگ خودمون میفتاد جلوم و من باورم نمیشد که این همین یوتیوبری که الان کل کال آف دیوتی موبایل رو گرفته با چقدر میلیون سابسکرایبر و دیگه همتون باید بشناسید فرگ رو. و این هم از عکسایی که من قبلا اسمم لرد اراگون بود، عکس صورت خودم هم هست. زمانی که بچه توی آیفون 6S من در واقع عکس گرفتم الان به دردم خورد که شما باور کنید. ببینید تمام این زیریه که دارید میبینید بچه ها، فیوز یار فرگ بود که من باهاش بازی کردم. اینم از فرگ که دقیقا خیلی حالا باورشون نمیشه، هنوزم که هنوزه سند رو دارم رو میکنم ولی باورشون میگن نه این اون نیست. بچه دیگه چجوری باید ثابت کنم؟ من توی سیزن یک خدا سرشاده، منو دیگه حالا باید بشناسید. زمانی که من بازی رو استارت میکردم اون موقع اصلا من پلیر ایرانی نداشتم بچه ها، سرور ها قاطی بود دیگه. من اصلا باور کنید دروغ نمیگم، من همه بچه ها خارجی بودم. یکیشون اسمش گرینگو بود، یکیشون نمیدونم بالامی بود، اگر اونا که قدیمی هستید شاید بشناسیدشون، و یکیشون هم اسمش دکتر رای بود. اینا همه لیدر بوردی بودن بچه ها و یاره فرگ هم بودن، ولی خب قسمت نشد که تا حالا با خود فرگ یار باشم، ولی از نزدیک زدمش. حتی توی همین مپی که دارید میبینید خدا سر شاهده بچه ها، خاطرات ما زنده کرد. دقیقا 2 سال پیش بود که با MSMC با پینگ 170، اون موقع بازی فیلتر شکن میخواست باید میزدی، با فیلتر شکن 4:1 میومدم بازی خدا سر شاهده. اون موقع با آیفون 6S 2 انگشتی هم بودم، با جیرسکوب البته فرگو میزدم. و الان تازه اون موقع آیپد هم بود و الان دیگه قسمت نیست که جلوش بیافتیم. چرا؟ چون سرور رو عوض کردن، سرور رو کاملا جدا شده. ولی این یه رزومه خیلی بزرگی شد برای من و دوست داشتم که این رو به اشتراک بذارم به عنوان یادگاری از من داشته باشید که بدونید علی اگزو کیه. و تقریبا 5-6 ماه پیش بود اگر اشتباه نکنم که به فیوز در واقع پیام دادم، گفتم که به یاد قلعه میخوام باهات ریکورد بگیرم. منو نمیشناخت، گفتم من اسمم حالا اگزو شده، من همونی هم که قبلا لرد اراگون بودم. و گفت که اوکی. و بچه ویدیوشو میتونید توی یوتیوب ببینید، قبلا چنلم انگلیسی بود گذاشتم، تامنیل فیوزه و فیوز یار صمیمی فرگ بچه‌ها که من باهاش پلی دادم و در واقع ویدیوشو میتونید برید ببینید. و اتفاقات خیلی خوبی افتاد و من یه رزومه خیلی خوب از کامیونیتی خارجی‌ها دارم و این برای من خیلی افتخاره. ببینید فیک بچه یه شخصیت بزرگ شده برای خودش و کامیونیتی کل ایران، هند، هر کشوری که بگید که تو دستاش داره، چون اکتیویژن باهاش داره کار میکنه، قرارداد دارن، اینا هوا همو دارن. و این رزومه رو گرفتم به یاد اون زمان. و یه بارم بچه یادمه یک شخصیتی بود به اسم HPS، اگر اشتباه نکنم شاید بشناسید، حالا خیلیاتون میشناسید، یه سری چیترای سیزن یکی اونا که بودن میدونن. من یه بار یار رندوم HPS افتاده بود، بعد چیتر بود، فرگو زدیم، بعد فرگ عصبانی شد، گفت من ویدیوتون رو میذارم تو توییتر. بعد رفتم دیدم اونم اسم منم هست و یه جورایی میخواست HPS رو ریپورت کنه و این عکس رو گذاشت که توییتر بفهمه. و اون موقع بود که من فهمیدم HPS چیتره. و ویدیویی هم که یه ویدیو گرفته بچه توی قایق، تو اون مرحله، تو چیزه مپ قایق هست، قبلنا بود خیلی باش پلی میدادیم تو اون مپه، گذاشته بود و اونجا تیم دیت مچ بود، چلتایی بود دیگه، مثلا دامین هارت پوینت نبود که هی بخوای راش بودی. تو اون زیرزمین خط گرفتم، ویدیوش هم هست، و هکر رو بردن. و دقیقا زمانی بود که فکر توی لیدر برد مولتی پلیر بود بچه و نفر یک جهان شد و فیوز هم چند نفر پایین ترش بود. برید اون عکسایی که گذاشتم بعدا دوباره ببینید و ببینید دیگه، حقایق رو کاملا آگاه باشید بهش. و من هیچ وقت ویدیو فیک نمیام واسه زن بچه براتون، دیگه خودتون دارید میبینید. فیک با همون آیدی بود در واقع، اون زمان عکس چنل یوتیوبش رو گذاشته بود و همیشه مینوشت توی در واقع قسمت آل بازی مینوشت که من استریم دارم برگزار میکنم، لایو استریم ناو، بعد اونجا مینوشت آیفر وایتی. بعد من هرچی میگفتم اصلا من اون موقع ببینید اینقدر بازی تو سیزن یک عجیب غریب بود، اصلا نمیدونستیم چتا کجاست. و اون موقع بود که فکر داشت یوتیوبری میکرد و اونجا بود که یوتیوبر شد. باور کنید فکر خیلی زحمت کشید تا به اینجا رسید و تقریبا یه روزی نیست که من نبینم ویدیو نذاشته باشه، داره هر روز ویدیو میذاره، پرقدرت داره ادامه میده. و
اون زمان من فهمیدم که آیفرگو زدم و اسکرین شات هایی که گرفتم خدا رو شکر به دردم خورد. گوشیم جا نداشت بچه بتونم ریکورد کنم، واقعا حیف، و دوست داشتم که دوباره بهش بخورم، ولی خب سرورها رو عوض کردم، متاسفانه خراب شد دیگه. و اگر بخوام واقعیت بگم بچه، قبلش خب اول این ویدیو رو لایک کنید، خدا وکیل بچه اینقدر زحمت کشیدم براتون آپلود کنم، کیف کنید لایک و کامنت و سابسکرایب براتون نره، کامنت انگلیسی هم بذارید، زنگوله رم بزنید دیگه، من نمیگم که خودتون استادید. و داشتم میگفتم بچه اون زمان واقعا بیشتر حال میداد و سرور شلوغی بود، یعنی ایرانی ها میفتدن جلوت، یارا من خارجی بودن بچه، اصلا همه را میزدیم. میگم بچه پلیرهایی که با من باشون بازی میکردم، مثلا مستر 5 حکم لجند الان رو داشت، مستر 5 بچه، یعنی هر کی میگید نمیتونه چلوش بازی کنه. من اگه دروغ بخوام نگم بهتون، خدا شاهده بچه، من فکر کنم تا مستر 4 یا 5 توی سیزن 1 رفتم که دیگه نتونستم لجند کنم. چرا؟ چون چیتر خیلی داشت، اونقدر چیتر بچه داشت که باورتون نمیشه، هنوزم که هنوز داره. من نمیدونم این اکتیویژن میخواد چیکار کنه، ولی دیگه اون تجربه های قبل رو که دارم که الان لجند کردم برای من ایزیه. من شاید باورتون نشه توی یک روز لیدرورد رفتم بچا، عکسش هم گذاشتم، ویدیوش هم توی کانال گذاشتم، موقع زمانی بود که انگلیسی داشتم کار میکردم. و این ویدیوهایی که دارم میذارم بچا دقیقاً تجربیات همون زمانه. و اصلا چی شد که من پلیر شدم و چی شد که من تونستم بازی خودم پیدا کنم؟ بچه من از ویدیوهای رای، به همون ری که میدونید سلطان نوک جهانه، یه همه تو باید بشنسیدش، من از اون الگو اون الگوی من بود و من از اون یاد گرفتم و از بازیش کپی کردم، یعنی خیلی لذت بردم. و توی این اینستاگرام هم بچه رای منو فالو داره، منم فالوش دارم، عکسای چتامو و عکسی که حالا فالوم کرده رو براتون میذارم که نگید دروغ میگه، برید و ببینید حتما. آره خلاصه اینا نگفتم که فکر کنید که من خودم رو میخوام بگیرم، من ادعا دارم نه، حال خواستم بدونید که علی اگزو کیه، من یکم بیشتر بشناسید بچه ها. و هر حرفی میزنم بچه ها واقعا حقیقت داشته که زدم و خیلی ها باور نمی کنم و برای من حاشیه درست کرده، خیلی ها میگن نه فلان این مون نیست، یه بچه ها دارید خودتون میبینید با همون عکسی که حالا گذاشتم که اکسکارما، اونم بچه یکی از خفن ترین یوتیوبرهای دنیاست که با فرق داره پلی میده و اونم با هم در ارتباطی، فیوزم که حالا تو اینستا دارم، فیوزید و برید و ببینید. خلاصه که این یکی از بهترین و خفن ترین رزومه های من در تاریخ کال آف دیوتی موبایل، یه دوست داشتم شیر کنم و با اشتراک بذارم برای شما. بچه این ویدیو نه ادعای توش بود، نه چیزی میخوام ثابت کنم، فقط خواستم یه چیزی بهتون نشون بدم که باورتون بشه. اگر با این ویدیو حال کردید خدا وکیل لایک رو بزنید و اگه حمایت خفن از من بکنید کامنت انگلیسی بذارید، حتما اگزو علی اگزو، و هر نظری سوال چیزی دادید هم برام بنویسید و کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله خوشگل رو بزنید که من رو کلی حمایت کردید. بچه دمتون گرم، تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار. فقط یه چیز اینجا بگم، به زودی از بین شما برای کلنم انتخاب میکنم، پس منتظر ویدیو بعدی یوتیوب باشید که کامل بهتون توضیح بدم. فعلا تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.